That's a good one. این فنر اکسیال هست و
عملا 5 تا مشغول داریم، 2 تا 2 تا 4 تا 1 تا 5 تا، ولی عملا 3 تا معادله هم بیشتر نداریم. و این عدم برابری تعداد معادلات با تعداد مشغولات حکایت از یک سازه رو به میون میاره که ما اسم این سازه رو میذاریم سازه نامعین. میخوام شروع بکنیم این مسئله رو حل کنیم با این توصیف که جیومتری به ما داده شده، این فاصله به ما داده شده، فکر میکنم 4 متر این فاصله به ما داده شده، 3 متر به طور طبیعی اگر چند شد رابطه فیثاغورس استفاده کنیم، فاصله این عنصر هم بین دو تا گره 5 متر خواهد بود. این اصطلاحا گفته میشه که جیومتریک پروپرتی یا توپولوژی شبکه به ما داده شده. سختی هم به اصطلاح این فنر هم به ما داده شده، مقدارش هستش 50 نیوتن بر میلیمتر. چون سازه نامعین هست حتما باید اطلاعاتی هم از مقطع داشته باشیم. جلسه قبل خدمتتون تاکیدآمیز گفتیم که اگر سازه نامعین باشه ما نیاز به اینکه بدانیم مقطع این عناصر کششی یا فشاری چی هست نیست، ولی اگر چنین سازه ما نامعین باشه و رویکرد ما ورود به قضیه ما برای به دست آوردن نیروهای داخلی از منظر میدان جابجایی باشه، حتما باید مخاطر این عناصر رو داشته باشه. این در واقع متریال پروپرتی برای این بود. برای این دو تا عنصر هم اطلاعات مربوط به چیز به ما داده شده، گفته شده که قطر اینها 20 میلیمتر هست، این مثلا از جنس لوله هست این عناصر، و مارجن ساب الاستیسیتی که مبین جنس هست، متریال پروپرتی هست، 80 گیگا پاسکاله. جیومتریک پروپرتی، ماتریال پروپرتی، توپولوژی و نیچرال ساپورت و زیت تکیگاه ها. چی میخواییم؟ میدان جابجایی و میدان نیرویی. میدان نیرویی به چه درد ما میخوره؟ با داشتن میدان نیرویی و تنش‌های مجاز میتونیم بسندگی قطر 20 میلیمتر یا سختی همیشی 50 نیوتن بر میلیمتر رو برای اینکه این فنر تو ناحیه ارتجایی قرار بگیره بررسی کنیم. قدم‌هایی که باید برداریم تا این مسئله حل بشن رو جلسات قبل به کرات داشتیم. 9 تا قدم باید برداریم تا امکان حل این مسئله مشخص بشه. سرطان یک نیرو هم آمدی تو اونجا بود، یه نیروی هم برای اینجا داشتیم که من فراموش کردم بذارمش و این نیرو هم فکر کنم 15 کیلونیوتن هست و زاویه هم که با خوب میسازه 50 درجه هست. استپ 1، باید بیایم دامنه ماسباتی رو به یک تعداد المان تجزیه کنیم. دیسکریتایز دی کامپیوتیشنال دامین
into finite elements. پیشا پیش این کار توی دقیقه خود شده. این عملا ما دیگه در دقیقه مشین ریشن نداره. همین شبکه‌ای که ملاحظه می‌کنید، شبکه از عناصر فشاری یا کششی در مجموع سیستم ما رو تشکیل میدن. منتها خروجی استپ یک برای ما مهمه. خروجی استپ یک باید پاسخ به دو سوال باشه. سوال اول، باید نوع المان رو مشخص کنیم، تایپ آف المنت. اینجا ما عملا دو تا نو المان داریم، المان های کششی فشاری کمپرسیو اور تنسایل ممبرز یا المنت. عناصر فشاری یا کششی، یه دونه هم المانمون سپرینگ المنت. یک عنصر فرد. به دومین سوالی که باید پاسخ بدیم این هست که بگیم تعداد المان ها چقدر هست، number of elements. اینجا عملا تعداد المان هامون سه هست. این میشه عملا حاصل استپ یک که تجزیه دامنه محاسباتی هست به یه تعداد المان. خب همینجا میتونیم المان ها رو هم نامگذاری کنیم که بتونیم المان یک ما اینه. قراردادمون بود که شما روزاری المان رو در داخل پرانتز داشته باشیم. المان دومون هم اینه و المان سمون هم این هست. دقت بفرمایید توی استپ یک ما در خصوص نودهای هر المان صحبت نمی کنیم. در استپ دو هست که تکلیف تعداد گره های هر المان روشن میشه. منتها تأکید آمیز در سال گذشته گفتیم که توی مسائل دایرکت آپروچ درست هست که ما استپ دو رو میریم قانون حاکم بر تغییرات استدوری به روی هر المان تثبیت میکنیم، ولی این انتخاب که در نهایت مرتبط با انتخاب تعداد گره‌های هر المان هست هیچ تأثیری روی قدم‌های بعدی نداره. تنها استفاده‌ای که ازش میشه خدمت رو جلسه گذشته گفتیم این است که اگر چنانچه کسی خاص جابجایی رو در یک نقطه‌ای متفاوت از گره به دست بیاره میتونه از این رابطه استفاده کنه. استپ دو، باز یک پیامد دیگری که این تذکر داره این هست که تو مسائل دایرکت آپروچ این مهمه، شاید بار اول هم هست دارم میگم این مطلب رو، تو مسائل دایرکت آپروچ عملا به صورت ضمنی تعداد گره‌های هر المان تثبیت شده. دو تاست چون قانون حاکم تأثیر تو واقعیت
بخشی بردی نداره عمدتا قانون حاکم بر تغییرات استدلالی به محرر ایمان خطی فرض میشه. یعنی عملا اینجا اگر شما چه خواستیم بیایم بگیم displacement in local coordinate system over element E as a function of x ahead. حالا این L رو که من اینجا گذاشتم میتونیم هم نذاریم، ولی منظورمون این هست که این تغییرات جابجایی هست در داخل هر المان، که این هستش سمیشن آی از یک تا N یا دو N ساب پای از فانکشن در واقع ایکس ال در دلتای آی ای. این عملا قانون حاکم بر تغییرات استیت وریبل یا دیسپلیسمنت فیلد برای هر المان هست. در پاسخ به این سوال که این دلتا تو این اشکالی که ما داریم برای عناصر یک و دو و سه چی هست، یک شکل جنریک میتونیم اینجا ترسیم بکنیم، چون جهت مهمه بگیم این یه المان نمونه که با افق زاویه تیتای ای می سازه و لوکال کوردینت سیستم ما عملا مبدأش میشه اینجا و در امتداد نیوترال اکسس محور ایکس ال رو می سازه. عمود بعد XL همیشه باید این میشه لوکال کوردینت سیستم ما. گلوبال کوردینت سیستم ما میتونه حالا یه سیستمی اینجا باشه یا میتونه بعد یکی از این عناصر منتقل باشه. مثلا این میتونه باشه X، این هم میتونه باشه Y. این گلوبال کوردینت سیستمه، این هم لوکال کوردینت سیستم هست. خب حالا عملا اگر چنچه خواستیم ببینیم این همیاتی که مشهودات ما هستن برای هر المان چی هستن، یکی نیروی F1 L هست در اینجا، یکی هم F2، البته این هم میدونید که این باید گره یک باشه، این هم گره دو باشه لوکال. این هم F2 L برای المانه. بعد جا به جایی هم در گره یک دلتای یک E هست، عملا اینجا تولید میشه دلتای یک E و دلتای دوی ای هم اینجاست. دلتای یکی در این جهت مثبته، دلتا دوی ای هم در این جهت مثبته. اینو عملا اگر چنانچه من برای این المان نمونه بخوام تکلیف این یک اکسل و این دوی اکسل رو مشخص بکنم، کافیه بیام و اینجوری قضیه رو دنبال بکنم، بگم x
x ال مساوی با صفر یعنی اینجا دلتای ای صفر مساوی هست با دلتای یک تی ای ات اکس ال مساوی با ال یعنی این هل هم هل علمانه دلتای ای و حسب ال هستش دوی بعد این الان بیان state variable این استاندارد فرمه اگر چنانچه ما بخوایم شیر فانکشنال رو به دست بیاریم عملا باید اینجوری نمایش بدیم بگیم دلتای ای interpreting function over a typical element as a function of x l هستش مثلا a1 برای المان ضرب در x l به اضافه a2 برای المان یه رابطه خطی این میشه representation of interpolating function over a typical element in non-standard form. دو تا مشهور توی این رابطه به کار رفته یکی A یکی E هست یکی هم چی؟ A دو یه E هست با استفاده از این دو تا رابطه که داریم میتونیم بریم این مقادیر A یک و A رو به دست بیاریم اولا اگر شما که من جایگذاری کنم باید بنویسم دلتا یک ای مساوی با این می شود ای یک ای در صفر به اضافه ای دوی ای از اینجا ای دوی ای می شود دلتا یک ای و اگر چنانچه به جای xl l بذارم دلتا دوی ای میشه مساوی با a1e در l به اضافه دلتا 1e و از اینجا a1e هم میشود دلتا دوی ای منهای دلتا یک ای بخش بر ای برگردم ای یک ای دو مقادیرشون که به دست آوردم تو این رابطه بذارم و مرتب بکنم میتونم صحبت از شیپ فانکشن ها بگیم بیارم یعنی عملا بنویسم interpolating function over a typical element as a function of x a مساوی هست با به جای a یکی ای این مقدار رو بذارم که می شود خط کسری دلتای دوی ای منهای دلتای یک ای بخش بر ال ای این باز ضرب در x ال بشه به اضافه دلتای یک ای اینو میتونیم شروع بکنیم چون این دلتا یک داریم هم دلتا یک داریم میتونیم از دلتا یکاش فاکتور بگیریم بنویسیمش یک منهای xl به l ای ضرب در دلتا یک ای به اضافه دلتا دوی ای بخش بر ال ای ضرب در ایکس ال و از اینجا ببخش درست میگم دل خواهی دلتا رو باید من اینجا میذاشتم اینجا باید
و عملا میتونید اینجا نتیجه بگیرید که شیف فانکشن شماره یکتون این یک ایتون از فانکشن آف ایکس ال مساوی هست با یک منهای ایکس ال بخش بر ال ای این دوی ای از فانکشن آف ایکس ال هم مساوی هست با ایکس ال بخش بر ال ای. این هم عملا میشه شیف فانکشن شما. توی مسائل دایرکت اپروچ پیامد این انتخاب تأثیر توی استپ بعدی نداره، فقط اگر چنانچه کسی پرسید که چه استفاده از این میشه میگیم، اگر چنانچه یک مثلا برای این عنصر جابجایی رو در این نقطه خاص ما میاییم XL رو از اینجا تا اینجا میگیریم، به جای XL مقدار میذاریم تو این رابطه، طول ادوان رو هم داریم، جابجایی ها هم به دست آوردیم، بعد تحت عنوان از استپ 9 دو additional computation if required میریم جابجایی در یک مقطعی رو به دست میاریم. استپ 3 قدم سوم این هست که بیان دیفرنشیال فرمولیشن رو تبدیل بکنیم به اینتگرال فرمولیشن. توی مسائل دایرکت اپروچ ما معادله حاکممون جبریه، دیفرانسیل نیست که لازم باشه این تبدیل رو انجام بدیم، نه تبدیل موضوعیت نداره. استپ چهار همونطور که جلسات قبل خدمتتون گفتم یکی از مهمترین قدمهایی هست که توی مسائل منیجمنت برای دایرکت اپروچ باید برداریم تا بتونیم استپ چهار رو عملیاتی کنیم. حالا اینجا یه مسئله دیگری هم به استپ چهار اضافه میشه، خواهش میکنم دقت بفرمایید. عنوان استپ چهار این هست کامپیوت element properties. توی مسائل آب تو مسائل برق هم گفتیم compute element properties، ولی اینکه باید یه چیزی هم ادامهش بگیم می‌نویسم compute element properties in both local and global coordinate system. چرا باید بین لوکال و گلوبال تمایز قائل بشیم؟ به خاطر اینکه استیت وریبل ما که جابجایی هست یک کمیت برداری هست. یعنی چی یک کمیت برداری هست؟ یعنی این گلهی که آمادگی جابجایی داره این طور نیست که فقط در جهت x، یا این طور نیست که فقط در جهت y، همطور که شکم از نظر احساسی هم میبینی این گره همچین جا به جایی داره، به لذا حتما باید شما بین لوکال کوردینت سیستم و گلوبال کوردینت سیستم یک تمایز قائل بشید. چرا لازم است که اول بریم خواص المان رو توی لوکال به دست بیاریم بعد تبدیلش کنیم به گلوبال؟ به خاطر اینکه اسمبلین تو گلوباله، اسمبلین تو لوکال هر عضو یه جهت خاصی داره و عدس رو با لوبیا داریم جمع میکنیم اگر بریم تو لوکال کوردینت سیستم اسمبلینگ رو انجام بدیم. حتما باید خواص المان رو
اول توی لوکال کوردینیت سیستم به دست بیاریم، بعد بریم تبدیلش بکنیم به گلوبال کوردینیت سیستم، بعد بریم سراغ استپ 5 که اسمبلد المنت پروپرتیز هست. ما این مطلب رو توی مسائل شبکه برق و شبکه آب نداشتیم. چرا؟ چون استیت وریبل ما در گره‌های مختلف یک کمیت اسکالر بود، زیرو اوردر تنسور. من معترف هستم، اعتراف میکنم و دوست دارم شما هم یه مقداری روی این استپچار حساسیت بیش از اندازه اینشون بدید. اگر تو برق باشی دانش برقی باید داشته باشی در استپچار، اگر تو آب باشی باید دانش آبی داشته باشی در استپچار، اگر تو سازه باشی باید دانش سازه‌ای داشته باشید، اگر چنانچه توی هیت ترانسفر باشید یعنی انتقال حرارت باشید، باید دانش مکانیکی داشته باشید یعنی بتونید از قوانین فوریر استفاده کنید. بعد نیسته اشاره هم موجه بکنم که موقعی که شما سیستمتون برقی هست قانون اختتون قانون حکمه، موقعی که میاد توی سیستم آبی قانون حاکم بر مسئلتون میشه دارسی وایزباخ یا هیزنبلیا یا شزی یا منیگ. مهم میگه توی سازه قانون اختتون کامپتیبیلیتی اکویژنتون میشه قانون هوک، و موقعی که میرید توی هیت ترانسفر علت به معلول از طریق قانون فوریه مرتبط میشه. حالا ببینیم اینجا ما چجوری میتونیم بریم برای این عناصری که دو نوع هم هستن، دو تاش کشش فشاریه یکیش فنره، چجوری میتونیم بریم خواص انمان رو توی لوکال کوردینیت سیستم به دست بیاریم و بعد این خواص رو به گلوبال تسلیم بدیم. خب یه انمان نمونه اینجا داریم، میخوام بریم برای انمان نمونه، میتونیم هم حتی اینجا هم یه سری علامت فنر بزنیم بگیم مثل یه فنره، منتهای دو تاش فشار کشی یکیش فنره. ابتدا و ساکن باید بریم در این انمان توتال پتانسیل انرژی رو به دست بیاریم، بعد بگیم اون مکانیزمی که بعد از اعمال بار در این المان ایجاد میشه بیشتر این مکانیزم ها هم از درسی داشتیم با مرحوم دکتر خجسته بخت، بسیار انسان شریف با وجدان کاری دانشمند و فارغ التحصیل برکلی، و حتما هم اگر چنچه مرجعی که تو دست مقارن ساده کتاب آقای پوپوف باشه، استنساد متریال پوپوف باشه، حتما شما پریفیس کتاب رو نگاه کنید، یک تقدیری هم هست آقای محمود خجسته بخت تو این کتاب شده. یه درسی تو مقطع کارشناسی ما با ایشون داشتیم، درس با اوسانس بود ولی ما تو کارشناسی گرفتیم Plastic Analysis of Structure، نمیدونم الان کسی میده این درس رو خیلی بچه سازه، آنالیز پلاستیکی سازه ها. تو اون درس بس مکانیزم مطرح بود که اگر سازه رو ما بارگذاری کنیم بعد از بارگذاری چه تغییر فرمی درش ایجاد میشه و این تغییر فرمه متناظر با چه لولی از پتانسیل انرژی هست. ما باید ببینیم برای این المان پتانسیل انرژی رو حساب کنیم، بعد بگیم اگر تحت واگذاری قرار دادیم این المان رو، اتفاقی که میفته این است که انرژی پتانسیل ذخیره شده در این المان کم. تکرار میکنم، ما باید برای محاسبه خواص المان بریم
انرژی پتانسیل ذخیره شده در این المان را حساب کنیم. بعد بگیم موقع بارگزاریش میکنیم مکانیزمی که متناظر با این المان هست بعد از اعمال بار پتانسیل انرژیش کمین است. اگر چنانچه پتانسیل انرژی رو بنای این المان به این نشون بدیم، بر اساس دانشی که از سازه داریم این پتانسیل انرژی هستش، اینترنال استرین انرژی برای المان ماینس ورک دن بای اکسترنال فورسز آن دیس الیمنت. توتال پتانسیل انرژی استور ویدین دی الیمنت کن بی ریتن از اینترنال استرین انرژی minus the work done by external forces. این U انرژی کرنشی داخلی المان هست، V کار انجام شده توسط نیروهای خارجی. هم از شریفی یه سوالی براشون پیش میاد، آیا بیدی نه من بخوام بیشتر این رابطه رو قرار کنم چیکار کنم؟ ببینم این رابطه از کجا به دست اومده؟ کتاب استرنس آف متریال پوپوف، کتاب مقال مساله پوپوف. آیا بیدی نه این کتاب شبکه هست؟ بله. اگر دست از بیش بیر نکردم از همین مراجعی که دارم میتونم یه جایی خط و رفته به دست بیارم؟ توی اپندیکس سی کتاب آقای هیوبر، اپندیکس سی کتاب آقای هیوبر که یکی از رفرنس های درسمون هست و باز من فکر میکنم دیجیتالش رو هم بهتون دادم، تو اون هم باز در رابطه با نحوه برقراری ارتباط بین اینترنال استرن انرژی بردن و اکسترنال فورسز و این پی مطالبی رو میتونیم چیز کنیم. یو چیه؟ وی چیه؟ حالا نحوه برقراری ارتباط بین یو و وی با ارزم حضورتون نیروهای داخلی و جا به جایی های داخلی، یعنی همین چهار مشهولی که اینجا داریم، یک دو سه چهار. یو اگر من اینجا یک پرگوی باز کنم بخوام این دوتا رو باز کنم، باید بگم یو هستش یک دوم اینتگرال روی المان حالا والیوم سیگما اپسایلون دی ای بی. سیگما اپسایلون دی ای بی اسم مثلا این هست که ما استرس ورسس استرین رو داشته باشیم، اینجا یه شکلی کوچیکی بکشیم، اینجا اپسایلون، اینجا هم سیگما. تغییرات سیگما بر اساس اپسایلون یه همچی چیزیه، ما تو این ناحیه هستیم، ما داریم میگیم یک دوم همسیگ داریم، مثلا این یک دوم سیگما زرد در اپسایلون
این سیگما هست، این چیه؟ اپسایلونه، یک دوم این میشه مساحت این، بعد این رو داریم در دی ای وی ضرب میکنم. دی ای وی در بالای اینفینیتسیمال والیومه. یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه این دی ایکس ال باشه، دی ایکس ال ضرب در سطح مختر به ما چی رو میده؟ دی ای وی. حالا باید سیگما رو حساب کنیم، اپسیلون رو هم حساب کنیم و بعد تو این اینتگرال بذاریم و شروع کنیم اینترنال استرین انرژی رو حساب کنیم. وی چیه؟ وی کار انجام شده توسط نیروهای خارجی. کار انجام شده توسط نیروهای خارجی. یه نیرو اینجا داریم، یه نیرو هم اینجا داریم. این نیرو باعث جابجایی گره به اندازه دلتا یک این میشه، این نیرو هم باعث جابجایی گره به اندازه دلتا دوی این میشه. و یادم گرفتیم که کار انجام شده توسط یه نیرو هستش، دات پروداکت نیرو در جابجایی. حالا چون زاویه بین اینها هم صفره، کوسین صفر هم یکه، پس عملا این میشود دلتا یک ای ضرب در اف یک ای، اف یک ال ای به اضافه دلتا دوی ای ضرب در اف دوی ال ای. این میشه عملا کار انجام شده توسط نیروهای خارجی. آیا چه المانی داریم که آدم کسینوس زاویه صفر نشه؟ صفر نشه؟ آره. بله توی این شکل، توی این شکل در ضمن من بازوری نگاه کردم فیلم جلسه قبل رو، هر از گاهی مخصوصا حالا دانشجو هم بهتون کامنت دادن برام از خدا میجه باید این جا به جا کنید تصف. مثلا یه جاییه هستیم تصویر ساده خدا خیلی بده. خب باز من جلسه قبل اگر نگاه به فیلم بارگزار شده در آپارات داشته باشید، اشاره داشتم به اینکه این تتا برای گرده میکنن عناصر مختلف چی هست. این مهمه. اگر چنانچه من موقعی که میخوام نود کانکتیویتی تیبل رو بسازم، خواهش من دقت بکنید، نود کانکتیویتی تیبل رو بسازم، المان یک رو اسم این رو بذارم یک، لوکال اسم این رو بذارم دو. البته من اینجا هنوز مثل این که نامگذاری گره ها رو ننوشتم، بعد نیست نامگذاری گره ها رو هم داشته باشیم. این یک، این دو، این سه هست، این هم چهار. این نامگذاری گلوبال با این یک دو سه چهار گلوبال. خب دقت کنید دوستان، اگر من اسم لوکال این گره رو گرفتم یک، خب اسم لوکال این گره رو گرفتم دو، بعد تو نوع کانکتیویتی تیبل هم یک دوی که زیر ستون لوکال می نیسم اونجا باید زیر ستون گلوبال می نیسم چی؟ یک و سه. خب اگر طبعاتش میخوام بگم، اگر تو نوع کانکتیویتی تیبل اسم این گره رو گذاشتم دو، اسم این گره رو گذاشتم یک، بعد اونجا باید بنویسم سه یک دیگه، نه؟ منطقه خب پیامدش برای تتا چی میشه؟ برای این دو گزینه. خب فرض بکنید من عنصری که اینجا دارم تو لوکال کوردینت سیستم نامگذاری گره هم یک این باشه، دو این باشه، حالا میخوام شروع کنم تتا رو مشخصم. من دوره به خاطر اهمیت این موضوع یک شکلی برای دو تا گزینه میکشم. برای المان یک، این المان یکه، خب این لوکال یکه، این دوه. یک گزینه دیگری هم میتونیم داشته باشیم که این المان یک باشه، این لوکال دو باشه، این هم لوکال یک باشه.
حالا من میخوام به این سوال پاسخ بدم که توی این شکل تا چقدره، توی این شکل تا چقدره. همین کار هم برای دو میتونم انجام بدم، همین کار هم برای سه. چون سرکا خانم مسئولان میپرسه میگه آیا میشه توی مسئله دتا غیر از چی سال یه باری بپرسیم؟ چون اینجا فرمایش داده که F1 و زاویهش با راستای المان کوسینوس صفر میشه و یک نه اون مثلا که اینجا گفتیم اینجا هم نوشتیمش همیشه همیشه آه. چرا؟ چون نیروهای تولید شده در اینها محوری هم درست چون نیروهایی که در این عناصر تولید میشه تو خرپا فقط کششی یا فشاریه کشیشی و فشاری هم فقط در راستای چیه؟ المان. ولی اگر سوالتون نوع دیگری بود که میپرسید میگفتید که تا شکل داده شده برای عناصر مختلف چقدر است پس اینکه نامگذاری لوکال و گلوبال گلوبال که تثبیته این یک این سه است ولی لوکال دست ماست که چی بگیریم آن ممکن یک بگه عقل منطق همه رو تو میکنی بین یک بگیریم این دو بگیریم بعد اینجا اینو یک بگیریم این دو بگیریم ولی یکی نفیر یک گرفت این دو گرفت چی؟ تکلیفی دتا چطور میشه؟ نگاه کنید ما اینجا میگیم از این نقطه که چی هست؟ لوکال یکه یه خطی به موازات گلوبال میکشیم این گلوباله و بعد از اینجا در جهت خلاف اقربه ساعت میچرمیم تا به چی برسیم؟ اینجا در نقطه یک یه خطی به موازات لوگلوبال میکشیم و بعد شروع میکنیم میشه خودش بسته بشه پس دتای یک برای این میشه صفر حالا ببینیم برای این چی میشه خیلی مهمه برای این در این نقطه باید یه خطی به موازات گلوبال بکشیم من با یه رنگ دیگر این خط رو میکشم چرا یه خط میکنیم؟ چیز میشیم؟ برای تو خیلی همه سنیسی هم یه خطی به موازات گلوبال بکشم بعد از اینجا شروع میکنم در جهت خلاف عقربه ساعت حرکت میکنم تا به این برسم میشه 180 یعنی اینجا دتا اگر چنانچه شما نامگذاری لوکالتون این باشه میشه 180 ببینیم برای این هم حق مطلب ادا بکنیم من دو تو شکل میکشم برای المان دو دوتاش هم میذارم دو که ترکیب آمیز باشه بعد اسم لوکال این رو میذارم یک و دو اسم لوکال این رو میذارم یک و دو من میخوام ببینم برای این نامگذاری لوکال تتا چقدر میشه برای این نامگذاری لوکال تتا چقدر میشه این کجا خودش نشون میده این نامگذاری لوکال تو نوت کانکتیویتی تیبل اگر چنانچه این نامگذاری لوکال من بود تو نوت کانکتیویتی تیبل یک و دو متناظر با دو سه میشه اگر چنانچه نامگذاری لوکال من این بود یک و دو یعنی معادل سه و دو میشه روشنه؟ بریم سراغ نامگذاری دتا باید شروع کنیم از اینجا یه خطی به موازات به چی بکشیم؟ گلوبال کورنر سیستم میبرکس بکشیم روی این شروع کنیم در جهت خلاف و عقربه ساعت حرکت کنیم این میشود دتا دو برای موقعی که نامگذاری لوکالای باشیم برای این باید یه خطی به موازات چی بکشیم؟ گلوبال بکشیم بعد از این شروع بکنیم چیکار کنیم؟
اینجا اگر چنان که نامگذاری لوکالون باشه اتهام میشه. افتاد؟ ولی سوالی که سرما خانم از خلال پرسیدن این میشه مسئله داشته باشیم که زاویه بین افیه که ارباده تیتا دلتا یک سه نباشه؟ نه. چرا؟ چون همیشه تو مناسب خربا چی داریم ما؟ نیروها محوری هست و ما بر اساس قرارداد فیلوار دیاگرام هم تو ذهنمون بودی که ما قراردادمون برای ترسیم نیرو همیشه اینجوریه. اگر چنانچه رفتیم نیرو رو به دست آوردیم خلافی شد میگیم که باید چکار کنیم؟ عوض کنیم. خب این که تکلیف روشن شد خود مستقیما این رو میذاری میشه اینجا، ولی در مورد این باید یکم واسبات جلو ببریم. اول اتفاقی اپسایلون هستش مشتق دلتای ای نسبت به ایسه، یعنی مسئله که اینجا داریم اگر چنانچه از این نسبت به ایسه مشتق بگیره میشه چرا؟ میشه این چیز مشتق ایسه. پس نابراین میشود دلتای دوی ای منهای دلتای یک ای بخش بر دلتای ای. آیا بدین این میشه تفسیر بکنی بگیم با اون آموزهای بعدی ما میکنه یا نمیکنه؟ گفتیم افسادون هستش تربیه طول به طول احمدیه. این هم نمیدیم تغییر طول به طول اول. این تکلیف ارسایی تکلیف سیگما رو چجوری حمل کنیم؟ میگیم سیگما هستش ما جونس آف دست سیتی زرده چی بشه؟ ارسایی قانون اوکه تا اگر چانچه بریم جایگذاری کنیم میشود ای. البته این ای رو هم میتونیم یک سوپرسکریپت ای بهش بدیم چون میتونه برای عناصر مختلف یکیش مثلا آلومینیوم باشه یکیش چی باشه؟ مس باشه. بخش برای ال ای در دلتا دوی ای منهای دلتا یک خب بریم شروع کنیم جاگذاری کنیم و اینترنال استرنگ انرژی رو به دست بیاریم. یو میشه مسایلون یک دوم اینتگرال روی والیوم. این باید ضرب در این بشه میشود ای به توان دو بخش بده ای بخش بده ای به توان دو. حالا اینجا من مناجا هستم بیر پایین میدیستم بور بالا بعد اینم در این ضرب بشه میشود دلتا دوی ای منهای دلتا یک ای به توان دو در یه بیه تلفن. چون اینها به ایندکس سمیشن بستگی ندارن میان بیرون فقط دیوی میمونه. دیوی چیه؟ دیوی این المانی هست که اینجا گرفتم باید بیام سطح مختر و ضرب در دیه اکس ال کنم. ای ضرب در دی اکس ال به من دی وی رو میده.
اگر چنانچه بریم به جای این ایوی بذاریم ای هرمان ضرب به بی ایکس ال، باز این ایوی هم بستگی به ایندکس سمیشن نداره. حالا میتونیم یه مسئله تعریف بکنیم که عملا اینجا این ایوی با ایکس ال هم تغییر بکنه که بعد عملا شما ناچار باشید این اعتداله رو حساب کنید. جایگذاری کنیم، اینتگرال دی ایکس ال میمونه از صفر تا ال ای که میشه ال ای، بعد این ال ای هم با این ال ای به بنوان دو یکی زده میشه، فاصلش میشود پس بنابراین این محاسبات رو اگر پی بگیرید میشود یک دوم ای ضرب ای بخش بر ال ای. چرا این تواندوی هر شد؟ به خاطر که این دی ایس ال اینتگرال از صفر تا ال ای میشه ال ای، بعد ای به اون هم زده میشه، این هم میشه بعد دلتای اینترنال استرین انرژی رو به دست آوردیم بر حسب دیگری آف فریدم های مسئله ورکتن در اکسترنال فورسز هم به دست بیاریم. اینجا اگر چنچه بذاریم من بالا میبیستم که من مندیسم از یاد نشه، پی ای میشه مساوی با یک دوم ای بخش برای ال ای در دلتای دوی ای منهای دلتای یک ای به توان دو منهای این دی ای هستش دلتای یک ای اف یک ال ای منهای دلتا دوی ای سر در اف دوی ال ای. موقع که سیستم یا خرها یا این سازه تحت اثر بارگذاری میذاریم، اون مکانیزم یا تغییر فرمی که خودش به خودش میگیره متناظر با کمینه پی ای هست. خب این پی ای توتال پتانسیال انرژی اگر دقت بکنید یه تابعی از چی هست؟ اینا که تغییر نمی‌کنه. ما آزادی عمل توی تغییر ما نداریم. اینا برای هر المان مشخصه. تنها آزادی عملی که ما داریم روی دلتا ها هست. یعنی باید بیان مشتق پی ای رو نسبت به دلتای یکی ای بگیریم مساوی صفر بذاریم و مشتق پی ای رو نسبت به دلتای دوی ای دیسپلیسمنت ها در واقع دیگری آف فریدموی ما هستن در جان تازدادی ما هستن مشتق پوتنشال انرژی نسبت به این دوتو متغیر پرایمری بگیریم مساوی صفر قرار بدیم دو معادله به دست میاد که این دو معادله میخواییم ببینیم چه صورت داره. خب مشتق این عبارت نسبت به دلتای یکی دو میاد چی؟ جلو با یک دوم زده میشه، بعد مشتق داخل پرانتز نسبت به دلتای یکی میشه منهای یک. بعد یه توال کم کرده ایه ای ایه ای بخش بره ال ای در یه ای کم کرده
مشتاق این نسبت به دلتای کلی میشه دفعه که الگی اونم که میشه صفر. این یکی مشتق نسبت به این دو میاد جلو به یک دوم زده میشه این هم میشه مثبت یک ای ای در دلتا دوی ای منهای دلتا یک ای. حالا مشتق به این هم این که صفر اونم که میشود منهای دوی ال مساوی صفر. ما میتونیم اینو مرتبش کنیم به صورت ماتریسی بنویسیمش. اگر چنانچه به صورت ماتریسی بخوام بنویسیمش اینجوری میشه چون ای مشترکه ای هم مشترکه ال ای هم مشترکه اینجا میشه مثبت یک منهای یک منهای یک مثبت یک اینجا هم میشود دلتا یک ای دلتا دوی ای مساوی با اف یک ال ای اف دوی الی. آیا این رابطه که اینجا نوشتم با این میخونه؟ این منفی که اینجا داریم باعث میشه که دلتا یکی بیاد جلو دلتا بره اونجا. حالا این اگر ضرب در این بکنید این میشه دلتا یک منهای دلتا دو مثل کلا پایینی هم که خودش. خب به این عبارتی که اینجا حاصل شده یک اسمی میدیم میگیم element stiffness matrix in local coordinate system. ای بخشی برای ال ای پلاس ماینس پلاس هم توی که مزارت می کنید هم دوارنه هم چیه؟ سیمت گفتیم توی رشته سازه نو درصد اوقات در مقیاس علمان و در مقیاس سیستم هم سیمتریکه هم سیمتریکه. یک بادری میفرماید منهای یک بالا رو چطور پیاده کردیم؟ موقعی که از این عبارت نسبت به دلتا یک مشتق میگیم توی ماتریس های این تیکر متوجه شد ادامه شد تو ماتریس تعریف دادیم منهای یک منهای یک که در این ظرف بشیم منهای اول به دوم. بعد سوال یکی از دوستان دیروز توی خصوصی از بنده فرمانه پرسیدن که میشه روی قطع رسم منهای یک بشه بعد اون دوتا مصبت نه بشه. درست نه روی قطع همیشه عدد مصبت میشه. متشکرم. element stiffness matrix. حالا اینجا ما یه چیز دیگه را باید بذاریم. حالا عملا چند تو شاکل و پایین بذاریم ها اینجا ای بذاریم element stiffness matrix in local coordinate system. این علامت ماتریس مرد این لوکال این هم element به اون دلتای ال ای یه بردار مساوی با
هی دلتا دوی هی و این میگیم وکتور آف element nodal values in local coordinate system vector of element nodal values in local coordinate system و بالاخره با اون یکی هم F L E که هستش F1 L E F2 L E و این هم میگیم vector of element secondary variable or forcing function in local coordinate system. پس جسارتا خودتون روبروی اینها بنویسید element stiffness matrix in local coordinate system vector of element nodal values in local coordinate system vector of element forcing function or secondary variable in local coordinate system که میتونیم بریم اینها رو به این صورت بنویسیمش بنویسیم K L E ضرب در دلتای L E مساوی با F L E بچه برای اون عنصر فنره که قبلا هم داشتیم چون این مطالبی رو تابلو هست در اون دو عنصر یک و دوه بله عنصر سه که ال چقدر میشه که چقدر میشه که فقط کافی به جای این ای ضرب در ای بخش بر ال بذاریم چی؟ بذاریم که آقای عابدینی میشه چک کنیم ببینیم دیمانسیون این کمیت که اینجا هست با دیمانسیون این کمیتی که اینجا هست یکی میشه یا نه؟ یک کار سریع کار میکنیم ای ال دو هست نموله ای هستش دیمانسیون ای با دیمانسیون سیگما یکیه چون اپسالون بی بوده این هم هستش اف روی ال دو اف روی ال دو یعنی نیوتون بر متر مربع بخش برای چی بچه ها؟ ال این این زده میشه میشه اف به ال اف به ال هم همینه حالا اینکه میلیمتر نده بگیر اف به ال یعنی عملا اگر چنانچه شما برای عنصر سه هم خواستید خواست علمان رو به دست بیاری فقط کافی به جایی بذار چقدر؟ که یه علمان که حتما دیمانسیونش رو هم باید کانسیستنت باشه منطقه اگر چنان شما توی شبکه آبی و شبکه برق بودیم بعد از این میرفتیم سراغ استپ چند؟ اسمبل element properties دیگه هیچ وقت هم بین لوکال و گلوبال هم تمایز قائل نمیشیم ولی از همینجا نمیتونیم بریم سراغ استپ پنج چرا؟ نمیتونیم بریم سراغ استپ پنج به خاطر این که المان های مختلف اورینتیشنشون یکسان نیست هر کدوم از المان ها یه حکمی میکنن باید اول این رابطه رو ببریمش تو گلوبال و بعد شروع کنیم تو گلوبال اسمبلینگ رو انجام کنیم این شکلی مقداری اگه من بخوام روش گلوبال رو هم نشون بدم شلوغ میشه میام مثلا این دوباره این شکل رو میکشمش ببینم بین لوکال و گلوبال چه رابطه وجود داره
این المان نمونه ای، این هم چی؟ گره یک، این هم گره دو. توی گلوبال کورنس سیستم من اگر چنانچه خواستم جا به جایی رو نشون بدم، برای این المان خواهش من دقیق بفرمایید، برای این گره باید بگم این گره در راستای محور X و اندازه U1E و در راستای محور Y و اندازه V1E جا جا میشه. این گره در راستای محور X و اندازه U2E و در راستای محور Y هم و اندازه V2E جابجا میشه. خب سوال، آیا بین جا به جایی در لوکال کورنس سیستم یعنی چی و چی؟ دلتا یکی دی و دلتا دوی دی و U1E و U2E دو ارتباطی وجود داره؟ من توی شکلت بیام یک کمی بحث رو دنبال کنم، یه همین که هم میتونم یه همچی شکلی بکشم، بگم اینجا این جا به جایی هست در چی؟ حالا یک کمی باید فاصله بذارم که شکلش رو بکنش. این هست دلتا یکی ای توی لوکال، این هم هستش دلتا روی ای توی لوکال. دلتا اگر چنانچه این دلتای ای بدون ال، خواهش کنم دقت کنیم، دلتای ای بدون ال من نوشتم یعنی وکتور آف element nodal values in global coordinate system. این عملا یک برداری هست که برای هر المانی چهار تا سر کنارش هم دلتا ال ای که اونجا هم داریمش، دلتا یک ای و دلتا دو ای، این هستش وکتور آف المنت نودال ولیوز این لوکال کوردینت سیستم، این هستش وکتور آف المنت نودال ولیوز این گلوبال کوردینت سیستم. سوال، آیا بین این بردار و این بردار رابطه وجود داره؟ بین این بردار و این بردار رابطه وجود داره؟ بله. از روی هندسه میتونیم اون رابطه چکار کنیم؟ به دست بیاریم. یعنی عملا اگر چنانچه این تجزیه که من اینجا کردم، این جا به جایی که اونجا دارم رو یعنی بگم عملا این هستش چی؟ یو یک، این هم هستش بی یک. عملا دلتا یکی یک، دلتا یکی ای می شود تصویر یو یک در امتداد ای به اضافه تصویر بی یک در امتداد ای دلتا یک رو. پس بنابراین اگر چنانچه اینجا بیدوستن میشه میبینیم دلتا یک بی
میشه مساوی با یو یک ضرب داره. در واقع باید من بیام این رو اگر چنانچه اینجوری باشه، این چیز باشه، باید بیام تصویرش کنم روی این. یعنی عملا یا این یکی رو تصویرش کنم روی این، بعد بگم کل این دلتای جنین هستش اینه به اضافه این. از اینجا تا اینجا به اضافه از اینجا تا اینجا. خب از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا هستش یو یک ای ضرب داره کوسینوس ثابت تتا، درسته؟ یو یک ای کوسینوس زاویه دلتای ای به اضافه. بعد باید بیام بگم من نیاز دارم به این، این وی یک ای هست، باید ضرب داره کوسینوس این زاویه بشه. کوسینوس رو زاویه با سینوس زاویه تتا چطوره؟ برابر. پس میکنم این میشود وی یک ای ضرب در سینوس زاویه تتا. همین کاری که برای دلتا یک و یو یک و وی یک انجام دادم، برای دلتا دو هم میتونم چیکار کنم؟ انجام بدم. یعنی میتونم اینجام بگم دلتا دوی ای مساوی هست با یو دوی ای ضرب کوسینوس دلتا ای اضافه وی دوی ای ضرب سینوس دلتا ای. خب سوال پرسیدم که این سوال من رو هدایت کرد که برم به ارتباط بین اینها رو به دست بیارم. حالا سوالی که باز دوباره میخوام تکرارش کنم این است که آیا بین این دلتا و این دلتا رابطه وجود داره یا نداره؟ بله وجود داره. این رابطه چه شکلی، چه شمایلی داره؟ اینجوری هست که دلتای ال ای هستش یک روتیشن میتریکسی یا یک ترانسفورمیشن میتریکسی ضرب در دلتای ای. آر چیه؟ اگر چنانچه دقت بکنید میبینید میتونید این رابطه رو اینجوری بنویسیدش، به صورت ماتریسی بنویسیدش، بنویسیدش دلتای یک ای دلتای دوی ای مساوی یک ماتریسی که حالا ابعادش رو به دست میاریم که چی هست ابعادش، این هم باید ضرب در یو یک وی یک یو دو وی دو. من باید یه سری چیز اینجا بنویسم که اگر ضرب اینش بکنم این بده، یه سه چیز این سر بنویسم که اگر زندش کنم این بره کسینوس دتای ای سینوس دتای ای صفر 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 کسینوس دتای ای سینوس دتای ای. یعنی برای من چی میشه؟ یه ماتریس دو در چهار میشه، دو چهار که اینجا ملاحظه میکنم این چیزی نیست جز دلتای ال، این هم چیزی نیست جز دلتای ای. اینجا نشونشون دادم. پس این آر که مخصصن این نشونه اینه. این هم همه میبینیم آر بستگی به زاویه داره که هر کدوم از عناصر با جهت مثبت محور اکسال تو گلو با کل سیستم میسازه. خب حالا How could it be possible to transfer from local coordinate system to global coordinate system? من ناچار هستم
این قسمت رو پاک کنم که بتونم عذیت به سرطا خانم از غلامی نکنم یه بخواد بیادی پایین ما اینا معرفه این رو در معرفه این ضرب نمیتونم
خب البته میدونید که ما به جای این داد پروداکت هم میتونیم چی بذاریم؟ مثلا اگر از شما یه ماده داشته باشیم A.B مثلا فرض بکنیم که A هستش چی؟ N در یک یعنی یک بردار N سطح یک ستون B هم N در یک میدونید که ایداد بی اسکیلر کوانتیتی میشه پاس زرد داخلی دو تو بردار یه اسکیلر کوانتیتی میشه این رو اینجوری میتونید بنویسید میتونید بنویسیدش A ترانسپوز در B داره A ترانسپوز های دقیق بکنید میشه یک در A این هم این در یک یک در این در این در یک یک در یک میتونید هم بی ترانسپوز در در این هم بنویسید باز بی ترانسپوز میشه یک در این در این در یک میشه یک در یک خب با این کورسی پی میشه مساوی من یک کار دیگه هم میکنم چون میخوام ترانسفورمیشن رو از لوکال به گلوبال انجام بدم هر جایی خواهش کنم دقت بفرمایید هر جایی دلتای ال ای دارم با چی جایگزینش میکنم آر دلتا جایگزینش میکنم عملا میشود یک دومه باید به جای این بگذارم آ ضرب در دلتا ترانسپوز چطور میشن؟ جاشون تغییر میکنه میشه دلتای ای ترانسپوز ضرب در چی؟ آر ترانسپوز این به جای اول این هم که خودش بعد به جمعون هم باید بذاریم آر چی؟ ضرب در دلتای ای عملا موقعی که شما بخواید ارتباط بین element stiffness matrix in local coordinate system و element stiffness matrix in global coordinate system رو دست بیارید کافی این دکیان چی اسمش بذارید؟ اسم این کلی این رو بذارید اشکای ای دیگه نداشته باشی کلا من این کار رو بکنم و اما این یکی گفتیم این دو صورت میتونیم بنویسیمش هم میتونیم بنویسیمش دلتای ال ای ترانسپوز در در اف ال هم میتونیم بنویسیمش اف ال ترانسپوز فلان حالا من میام به جای این دلتای ال ای مقدارش رو بر اساس چیز میذارم میشود مهرانیه موقعی که چیز میکنم میشود دلتای ای ترانسپوز آر ترانسپوز در اف ال چی؟ ترانسپوز نداره این داره بردار چرا دیگه این باید ترانسپوز بزنید چون بزشت. شما به جای خود این میگید دلتا ال ترانسپوز بعد به جای دلتا ال میرید به جای این میذارید آر دلتای ای یک ترانسپوز روش بعد دلتایی میاد اول آر میاد دوم افهل هم بردار چیز هست خب این رو میتونیم اینجوری بنویسیمش میتونیم بنویسیمش پی مساوی یک دوم دلتای ای دیگه
ال نداره، ترانسپوز ضرب کا دیگه ال نداره، ضرب داره دلتای ای منهای دلتای ای ترانسپوز در این هم بذاریمش اف، فقط ای بشه اینجا که ای میخوایم. باشه همه این آرا هم یه ای میخواد، کسی میتونه بگی چرا؟ کسی میتونه بگی چرا همه آرا یه ای میخواد؟ آچی بود؟ این بود تا از علمان به علمان دیگه تغییر میکنه، پس نهاره آر تغییر میکنه، پس نهاره اینجا همه این آرایی که اینجا داریم یه ای میخواد. منهای دلتا اف علامت بردارم روش بذاریم. حالا عملا این نکته ای که مخواستم خدمتون بگم این هست که کا الیمنت استیفنس میتریکس این گلوبال کوردینیت سیستم می شود، این تکیه که اینجا داریم می شود آر ترانسپوز برای علمان ضرب در کای ال برای علمان ضرب در آر برای علمان. این می شود ارتباط بین استیفنس میتریکس در چی؟ مقاسات لوکال گلوبال لوکال F E در گلوبال وکتور آف الیمنت فورسینگ فانکشن این گلوبال کوردینیت سیستم میشه مساویه با. باید ببینیم اینجا چی هست. هستش R E ترانسپوز ضرب در F L E فورد. این میشه چی؟ نامگذاریش وکتور آف الیمنت فورسینگ فانکشن این گلوبال کوردینیت سیستم، این میشه وکتور آف الیمنت فورسینگ فانکشن این لوکال کوردینیت سیستم. ارتباط بین این گلوبال لوکال هم توسط روتیشن میتریکس، ارتباط بین لوکال و گلوبال لوکال هم باز توسط روتیشن میتریکسی که اینجوری رقم زده شد. خب عملاً ما آماده میشیم برای تعریف یک رابطه جدیدی که الان به دستش میاریم. اون رابطه چیه؟ این هست که بیایم بگیم مشتق پی خواهشمند دقت بفرمایید مشتق پی نسبت به دلتای مشتق یک اسکیلر کوانتیتی نسبت به یک چی؟ وکتور کوانتیتی. اسکیلر کوانتیتی، وکتور کوانتیتی. البته میشدم همونجا تو این رابطه که اینجا داریم اینها رو بیایم بر حسب دلتا بنویسیم، یعنی یک و یو دو اینها بنویسیم و شروع کنیم مشتق بگیریم. بعدم شاید نموشون نگاه کنید لطفا این دلتا یکی ای باید ما بریم اینجا به جای دلتا یکی ای توی رابطه چی بذاریم؟ بذاریم این به جای دلتا یکی ای هم که توی رابطه هر جو داریم بذاریم این بعد شروع کنیم یه بار پی ای رو نسبت به یک، یه بار پی ای رو نسبت به یو دو بی دو، یه بار یو دو یه نام بی دو. حالا من دارم این ها رو جمعش میکنم میگم مشتق پی نسبت به بردار مشتق این نسبت به بو این مساوی صفر بذاریم حاصل این می شود که ضرب در دلتای ای منهای اف
ای مساوی با صفر که بعد میتونم مرتبش کنیم میشود کار دلتای ای مساوی با اف ای. آقای آبدینی این رابطه با این رابطه چه تفاوتی داره؟ لطفاً نگاه کنید که دو تا رابطه یه تفاوت خیلی خیلی کوچیک. اونا حدیث علم داره یا حدیث نداره؟ تنها تفاوتی که این رابطه با اون رابطه داره این است که اینجا هیچ حدیث علمی نمیبینید، یعنی اینا تو گلوبال هم اون توی لوکال هم که و اف چجوری به لوکال معلوم میشن؟ توسط این دو تا رابطه به هم مربوط میشه. آماده هستیم پس ما بعد این ببینیم استپ چهاری که یه جایی نوشتیمش که نمیدونم تاپش کامپیوت الیمنت پروپرتیز این بو لوکال اند گلوبال کوردینیت سیستم. لوکالش اونجا گلوبالش اینجا. آماده میشیم برای استپ 5. بله بله در واقع البته همینجا میبینید که من پی رو عوض نکردم، فقط آمدم به جای اول اون رابطه جبری رو صورت مانتسی نوشتم، خب رابطه جبری رو صورت مانتسی نوشتم، بعد شروع کردم اینجا هم هیچ تکلف تعبدی توی این ندارم، توی رابطه درسته این رابطه هم به صورت برداری نوشتم به جاش گذاشتم شده این، بعد یه نامگذاری کردم این رابطه شده این پیه همون پیه هست. اینجا استیت وریبلش تو لوکاله، اینجا استیت وریبلش یا دیگری آف فریدمش تو گلوباله، باز مشترکش نسبت به استیت وریبل گلوبال رو صفر کردم این شده. من چون کلاس بعدی رو ساعت 10 شروع میشه همینجا متوقف میکنم، ادامه بحث رو انشاءالله روز سه‌شنبه پی میگیرم. از حوصله همگی سپاسگزار هستم، انشاءالله تا روز سه‌شنبه همگی رو به خدا بسپارم. ممنون، سپاسگزارم.